اشتباهات رایج ورزشی که به بدن شما آسیب میرسونه سلام ورزش علاوه بر فواید جسمانی میتونه گاهی مشکلاتی رو هم در بر داشته باشه و باعث بروز آسیب های در بدن بشه در ادامه برخی از اشتباهات رایج ورزشی رو به شما معرفی میکنیم تا با رعایت اونها از ایجاد آسیب به بدن شما خودداری بشه لایک و کامنت رو فراموش نکنید و اگه عضو کانال آلبالو نیستید چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو حتما بزنید و اگر میخواین از یوتیوب درآمد داشته باشین روی لینک بالا کلیک کنید هر روز ورزش میکنید این باور را که بدن ما هر روز هفته به فعالیت بدنی شدیدی احتیاج داره دور بریزید از اونجا که ما در باشگاه به عضلاتمون آسیب وارد میکنیم برای ترمیم دوباره باید به اونها استراحت بدیم در غیر این صورت به بدن ما آسیب وارد میشه وزنه های سنگین بلند میکنید زمانی که شما بیش از توان بدنتون وزنه میزنید در واقع به ماهیچه آسیب وارد می کنید که به مرور زمان موجب درد در نواحی مختلف بدن شما خواهد شد تحقیقات نشان داده که ورزش با وزنهای سبکتر نیز همان نتیجه رو روی بدن شما خواهد داشت بنابراین در حد توان بدنتون وزنه بزنید تنها به تمرینات کاردیو بسنده می کنید. اکثر تمرینات کاردیو تنها موجب کالری سوزی میشن اما به تنهایی روی فرم بدن و کاهش وزن شما تاثیر چندانی نخواهد داشت بنابراین اگر به فکر کاهش وزن هستید باید ورزش های جز کاردیو رو به برنامهتون اضافه کنید کم آب می نوشید روزهایی که ما ورزش میکنیم به مقدار آب بیشتری احتیاج داریم. دهیتراته شدن بدن منجر به عدم تعادل الکترولیتی و تپش قلب میشه. بنابراین تا جایی که میتوانید آب بنوشید و از فواید اون برای سلامتیتون بهره ببرید. بدون دوستتون انگیزه ای ندارید. زمانی که شما با دوستتون ورزش میکنین بسیار تحت تاثیر او قرار میگیرید به عنوان مثال اگر او سرعت تمریناتش رو کم کنه شما نیز از او پیروی خواهید کرد علاوه بر اون به جای اینکه تمرکزتون رو روی بدن خودتون بگذارید روی دوستتون تمرکز میکنید در حالی که ورزش یک نوع مدیتیشنه که بدون تمرکز روی عضلات تاثیرگذار نخواهد بود خستگی رو نشانه خوبی میدانید. اگرچه بسیاری از ورزش ها موجب خستگی میشن اما اینکه شما فکر کنید تنها در صورت احساس خستگی که کالری میسوزانید اشتباهه خستگی بیش از حد بعد از ورزش میتونه دلیلی بر تغذیه نامناسب یا حتی بیماری هایی چون کمکاری تیروئید باشه بنابراین ساده از اون نگذرید فقط دراز و نشست میرین. شکم تخت نتیجه یک رژیم غذایی سالم، کاهش چربی های بدن و انجام حرکات شکمی متنوعه. بنابراین اگر فقط به حرکات چون دراز و نشست اکتفا کرده بیشتر از نتیجه مثبت به بدنتون آسیب وارد می کنید. چون این حرکت به کمر شما فشار زیادی وارد خواهد کرد. قبل از ورزش چیزی نمیخورید. زمانی که شما گرسنه ورزش می کنید، تمرکز شما روی تمرینات کمتر میشه. بنابراین قبل از ورزش مواد غذایی که به شما انرژی میدن، مانند موز، خرما یا شیر رو مصرف کنید. آموزش درست نمی بینید. شاید با یک نگاه به دستگاه ورزشی یا خواندن دسترول های اونها فکر کنید که کار با اون دستگاه ها رو یاد گرفتین اما این عدم آگاهی کامل میتونه به بدن شما آسیب وارد کنه چون نکته های ظریفی که تنها مربیان میتوانند به شما آموزش دهند رو یاد ندارید نشسته ورزش میکنید اگر به فکر کاهش وزن هستید از ورزش های نشسته دوری کنید ایستاد ورزش کردن کالری بیشتری نسبت به نشسته ورزش کردن می به عنوان مثال نیم ساعت ورزش روی دوچرخه کمتر از 100 کالری در بدن شما می سسونه. آیا شما هم دچار اشتباهات ورزشی شدین؟ لطفا تجربیات و نظراتتون رو در کامنت ها با ما در میون بگذارید و برای تماشای ویدیوهای جدید بر روی یکی از ویدیوهای روبرو کلیک کنید.